پاسخ مشتن مشت من شیشه حفرت بشکن و آخر پیمان وطن را دشمن به نام آزادی سوگن باکسری بندر از بند به نام آزادی سوگن باکسری بندر از بند ای شب سیرت ظلمت کیش ای شیخ تاریک اندیش بگرد شبه خشم دوستان گرامی برنامه زمان برخاستن سلام بر شما. سلام بر عزم جزم برخاستگان در مبارزه برای آزادی و تحقق فردایی روشن برای ایران زمین. بی تردید تمامی رزم و تلاش ها به هر میزان که باشه در محقق کردن اون روز تأثیر بود. در برنامه زمان برخاستن امروز در خدمت شما هستیم و توجهتون رو به پاراگراف روز جلب می‌کنیم. اسید پاش‌های خامنه‌ای در وحشت از خیزش مردم. از روز چهارشنبه 30 مهر که هزاران تن از مردم در اصفهان و تهران دست به تجمع اعتراضی علیه حاکمیت پلید آخوندی و اسید پاش‌های مزدور خامنه‌ای زدند، وحشت سراپای دیکتاتوری ولایت فقیه را در نوردیده است. پاسدار محمد رضا نقدی، سرکرده بسیج ضد مردم، به صراحت گفت دشمن می‌خواهد حوادث اخیر اصفهان را همانند آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد به برخی از نیروهای ارزشی و مؤمن نسبت بدهد و در این زمینه از طریق رسانه‌های خود سعی در تنش‌آفرینی و القاء ناامنی در کشور دارد. تمامی ارگان‌های سرکوبگر رژیم برای به هم زدن تجمعاتی که طبق فراخوان قبلی قرار بود روز شنبه در اصفهان و تهران انجام بشود، بسیج شدند تا با انواع و اقسام ترفندها و توطئه‌ها جلوی این اعتراضات را بگیرند. اما اعتصاب‌ها در اصفهان از صبح شنبه شروع شد. برخی از خیابان‌های مرکزی اصفهان که در این اعتصاب شرکت داشتند عبارت بودند از بازاریان میدان امام علی، بازاریان خیابان شهدا، کسبه خیابان شریف واقفی و بازار طلافروشان. رژیم وحشت زده آخوندی با درماندگی در جلوگیری از اعتصاب مغازه‌داران تلاش کرد با بسیج مزدوران گارد ویژه و لباس شخصی و سپاه با شدت تمام جلوی تجمعات مردم را بگیرد. اما این اقدامات بزدلانه هم تأثیری در خشم و اعتراض جوانان نگذاشت و درگیری‌های متعددی بین جوانان و مزدوران رژیم به وقوع پیوست. یک هموطن از اصفهان گفت تو اصفهان من قاضی تظاهراتیان هستم در وضع دولت خیابان سپه تظاهرات و نیروی ضد شورش و یگان ویژه تظاهرات کننده ها حمله کرده، اسپرم زده، همشون هم دختر پسر و زن و مرد. یک خبرنگار سیمای آزادی از اصفهان گفت هرکی هستم، خبرنگار سیمای آزادی از اصفهان. الان هم که من نگاه میکنم از دم شهدا تا سالای تقریبا تقریبا تا خود انقلاب مردم همه حجوم بردن و نیروهای انتظامی و بسیج میتونم با مردم و همینطور رو به روی شهر دارید. ما جوانهای اصفهان این هفته به خیابان میاییم در دفاع از خواهران خودمان و اجازه نمیدهیم این بسیجیانی که از داعش بدتر هستن با خواهران ما این کارا رو بکنن. در تهران نیز رژیم آخوندی تلاش کرد با برقراری یک حکومت نظامی در مراکز اصلی تهران از جمله در برابر وزارت کشور جلوی تجمعات مردم را بگیرد. اما جوانان و دانشجویان دست به تظاهرات متعددی در نقاط مختلف تهران از جمله خیابان فاطمی، خیابان ولیعصر، میدان انقلاب و میدان آزادی زدند. از جمله در میدان انقلاب گروهی از دانشجویان دست به تظاهرات زده و علیه رژیم شعار می‌دادند. از جمله در پلاکارت‌هایشان آمده بود عاملین این جنایت وحشیانه باید مجازات شوند. زنان نقش فعالی را در این تظاهرات‌ها ایفا کردند. امنیت از ما دوره.
خبرنگار سیمای آزادی از مقابل وزارت کشور در خیابان فاطمی تهران گفت: الو سلام، من خبرنگار سیمای آزادی هستم. امروز سوم آبان و محل تجمع خانم ها در فاطمی جلوی وزارت کشور بودم. نیروی انتظامی با ماشینه پلیس با گارد مخصوص خودشون اونجا بودن. خانم مثلا گروه های 3 نفره 4 نفره تو کوچه ها پس کوچه هاش بودن، تجمع داشتن. نیروی انتظامی هم خیلی اونجا بود. ما خانم ها تصمیم گرفتیم از این به بعد تو این تظاهرات ها شرکت کنیم و از حق خودمون دفاع کنیم علیه این اسید پاشی هایی که در تهران داره انجام میشه. خبرنگار دیگر سیمای آزادی در گزارش خود گفت: مسئول هستم از تهران. خبرنگار سیمای آزادی، امروز شنبه 3 آبان ماه. گزارش آمادگی که میتونم سر خیابان فاطمی در حالی که یکم درستان فاطمی رفتم پر از مامور و قدر مامور بود که در هر قدم مامور باشده بود و نمیدونم مردم هستم خودم به زور رسونم به وزارت کشور و هلوهوش 100-150 نفر جمعیت اینجا وایساده بود. اعتراض کنندگان با شورای دیگه ای که میگفتن حجاب زوری نمیشه، ایران عراق نمیشه. بسیجی، داعش، پیوندتان مبارک. گزارش های رسیده از برخی شهرهای دیگر هم حاکی از آن است که اعتصابات و تظاهرات ضد حکومتی علیه اسید پاش های خامنه ای ارکان حاکمیت آخوندی را به لرزه درآورده است. از جمله در شهر کرد همزمان با اعتصاب ها در اصفهان مغازه‌داران بلوار کاشانی، خیابان سعدی، بلوار حافظ شمالی، تمامی خیابان‌های میرآباد غربی و شرقی، خیابان ملت و خیابان بلال اعتصاب کردند. دانشجویان شهر کرد نیز از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. در مشهد زنان آزاده و جوانان غیور در پارک ملت دست به تجمع اعتراضی زدند و به مدت 2 ساعت با نیروهای سرکوبگر در زد و خورد و جنگ و گریز بودند. در سقز جوانان غیور دست به تظاهرات ضد حکومتی زدند و به حمایت از زنان برخواستند. صدها تن از مردم رشت در یک تظاهرات اعتراضی به سمت پارک محتشم دست به راهپیمایی زدند و با شعارهای ضد حکومتی جنایت اسید پاشی مزدوران خامنه ای را محکوم کردند. ماموران وحشت زده انتظامی و اطلاعاتی با یورش به مردم تلاش کردند تجمع آنان را پراکنده کنند، اما درگیری های متعددی بین جوانان با مزدوران حکومتی ایجاد شد که تا جلوی دانشگاه علوم پایه امتداد یافت. رژیم آخوندی برای زهر چشم گرفتن از مردم صبح زود خبر اعدام ریحانه جباری را نیز اعلام کرد، اما این اقدام رژیم نه تنها تأثیری در اعتراضات مردم نداشت بلکه خشم مردم علیه خامنه ای خونخوار را بیشتر کرد. ریحانه جباری در وصیت‌نامه خود به افشای جنایتکاران رژیم آخوندی پرداخته و از جمله گفته بود: تو بهتر از من می‌دانی مرد پایان زندگی نیست. من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید. تو می‌گفتی و به همه یاد داد که در راه خلق یک ارزش باید ایستاد حتی اگر بمیری. عشق نریختم، التماس نکردم و کولیوار هوا نزدم چون به حمایت قانون اطمینان داشتم. چه خوشخیال بود این که از قضات توقع عدل و داد داشتیم. وقتی زیر ضربه های بازجو فریاد می زدم و رکیکترین الفاظ را می شنیدم. بارها به تو گفتم برای نجاتم از اعدام التماس نکن. و اکنون من تسلیم محضم و با آغوش باز از مرگ استقبال می کنم. چرا که در دادگاه خداوند متهم می کنم مامورین آگاهی را، متهم می کنم بازپرس شاملو را، متهم میکنم قاضی تردست به قضات دیوان عالی کشور را، کسانی که بیداری کتکم زدن و در آزارم فروگذار نکردن. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی گفت اعدام ریحانه نشانه دیگری از توحش رژیم آخوندی و آن روی سکه جنایت ضد بشری آخوندها در اسید پاشیدن بر روی زنان و دختران بیگناه ایرانی است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت به مردم به پا خواسته اصفهان و تهران که در اعتراض به جنایت ضد بشری رژیم آخوندی علیه زنان میهنمان دست به تظاهرات زدند درود فرستاد و از عموم مردم به ویژه زنان و جوانان خواست به جنبش ملی دفاع از زنان ایران بپیوندند.
حاشیه های حاشیه. حاشیه های حاشیه هنوز تمام نشده است، چرا که در نظام جهل و جنون برای حاکمان هر چیزی جز غارت و دزدی در حاشیه قرار می گیرد و آنگاه هر ویران آبادی خود حاشیه ایست در حاشیه. در برنامه پیشین برخی از روستاهای حاشیه ورامین در جنوب شرق تهران را دیدیم و اینک برخی دیگر از همین روستاها. حاشیه ورامین کهنه گل. حالا 4 دفعه هم دست ماشین آوردیم اینجا رو کشیدیم، هیچ به داد اونم نرسیدن، همینطور که مونده مهمون میخواد بیاد این کوچه ها، خدا شاد آدم خجالت بیاد. بله، شهرداری هم اومده، پارسال اومد، همه کوچه ها رو هم اومد دید، ولی هیچ اقدامی نشد. خودمون نامه نوشتیم، اومدیم محله، همه مسجد هم امضا کرد، شبکه بهداشت هم بردیم، همه کار کردیم، ولی هیچ کس هیچ، تو رو خدا به داد مردم. بچه هم بیماری عفونی گرفتن، تا الان 2 بار هم شبکه بهداشت مراجعه کردیم، میگن به مسئولین شهرداری مراجعه کنید. خیلی ما مراجعه کردیم ولی متاسفانه انجام نمیدم. من نامه‌هاش خودم چند تا تا الان اقدام کردم ولی متاسفانه هیچ اقدامی تا الان نشد. اینا تمام برای بچه نوه داشتم، همشون مریض شدن، میافتن تو لجن مریض شدن، مگس میا، قورباغه میا، به خودش هم میترسیم مار بیا تو خونمو. ما خیلی، یعنی واقعا هیچ جا مثل همه کنه گل نیست، نه یه پارک دارن بازی کنن، نه یه جا بازی دارن. اینا که زمین دارن اگر نمیدن که یه پارک درست کنن، یه جا بازی کنن بچه همو، هیچ جای ندارن برن، یعنی یه جا بومبسته. 2 ما این با این لجن آب روبرو هستیم. اینجا غیر مگز و پشه و گربه و موش و این بچه ها که من بچه ندارم کوچیک تو خونه، اما این هر وقت میخوایم رد بشیم، یه وقت میخوایم بریم از اینجا کار داشته باشیم، به مصیبته. الان آب چاک نمیره، فرستن تو زمین کشاورزی این بغلی. بعد اونم که اومده گفته حق ندارید آب بیاد تو زمین ما، همینجور ما موندیم با این مشکل. این فاضلاب الان من اینجا ماشین میذارم، برو شما خودت برو ببین چجوری رد میشی. ماشین از اون کوچه پشتی میره، اینجا نمیشه هیچ تکون بخور. ماشین هم که میره ناشناس غریبه بود، گند لجنش بود. شهرداری التماس کردیم، گفتیم اگه به پول میخواد ما پول میذاریم، بیاین از آب لجن رو نادرست کنید، والا به هیچ جا به دردمون هم نمیرسن. بچه‌هامو پیروز اومدن تو این آب لجن، الان مریض گوشه خونه افتاده نبم، اصلا هیچ کی نمیتونه در بیاد بیرون. سال گذشته ما رمضون همه کوچه با یه مینیبوس رفتیم شهرداری، 4-5 تا شهرداری ما فرستادن، این پله برو بالا، این پله بیا پایین. اومدن نگاه کردن، آب چارو تخلیه کردن، دیگه همون شد رفتن. الان جدول نگاه کن، به خدا یه مهمون میاد خونمون خجالت میاد. حاشیه ورامین، شهرک فجر. این چوبای ماست، این خیابونای ماست، نه مدرسه داریم، بچه‌هامون زمستون میرن جای دیگه، نه فضای سبز، نه چیزه، کل رو مشکله. اتوبوس داریم، نه مینیبوس داریم، نه تاکسی داریم، به هر حال این مشکلاتی که مردم هست دیگه. رسانه‌های رژیم خبر از فساد و اختلاس بدتر از شهرام جزایری‌ها و مهافریدها و زنجانی‌ها می‌دهند. دزدی‌های 150 هزار میلیاردی با پشتیبانی دولتی و قانونی و بی هیچ حسابرسی در جریان است. غارتگری‌ها نهادینه شده. نگاه کوچکی به این آمار حقایق را در مورد حاشیه‌ها بر ما آشکار می‌سازد. آنان که محتاج اولیه‌ترین امکانات زندگی‌اند و کارگزارانی که همه چیز این مردم را می‌دزدند و حاضر نیستند حتی دیناری صرف بهبود زندگی مردمان کنند. البته خشم و خروش همین حاشیه نشین‌ها چرت را از سر آخوندهای حاکم پرانده است. همانطور که وزیر کشور رژیم گفت، حالا دیگر حاشیه نشینی به یک مشکل امنیتی برای رژیم تبدیل شده است. خشمی متراکم و هر لحظه قابل اشتعال و بنیان کن. ارتباط شما با ما همیشه در جهت ارتقای برنامه کمک کننده بوده و هست. پس این ارتباط رو حفظ کنید. اجازه بدین در لحظات پایانی یک بار دیگه آدرس برنامه رو یادآوری کنم. زمان برخواستن @iranntv.com این آدرس ایمیل ما.
و البته حساب فیسبوک ما هم با آدرس www.zamanberkhastan در خدمت شما و منتظر نامه های شما. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. شام رو